به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام علیکم خوب هستین جور به خیر هستین صحت دارین سلامت باشین خب شاگردای عزیز با درس دوم یا جلسه دوم از مضمون ریاضی سینف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم خب ما و شما قرار است امروز در درس امروز چه عنوان رو با هم دیگه بخوانیم درست است <applause> خب شاگردای عزیز ما وش همونطور که در سلاید میبینین فصل اول ما چی است اعداد حقیقی جلسه دوم ما و شما هست دی امروز ما و شما میخوانیم درست است خب دی جلسه اهداف جلسه دوم ما دو تا عنوان بسیار مهم هم. ما و شما میخوانیم دو تا عنوان بسیار مهم فکر باشه یک طریقه عمومی استخراج جذر مربع تقریبی درست است و دوم چی هست؟ قیمت تقریبی جذر مربع به طریقه اوسط دقیقا فکر باشه ما میخوایم چی کنیم از یک تا عدد جذر مربع بگیریم جذر مربع تقریبی بگیریم دو روش داریم یکی طریقه عمومی و یک تام طریق اوسط درست است که ما اردوشی را برای تشریح میکنیم مثال میزنیم تا متوجه باشید خب اما که شما در سنفای قبل در سنف هفتم یا تا نست دیگه جذر مربع نه چی جذر مربع نو چند میشه؟ سه میشه آفرین یعنی چی سه میشه یعنی به شک که یک تا عدد پیدا کو در نفس خودش یعنی در خودش ضرب شوه و شوه نو سه سه نو دقت کن اما شرطش از که عدد باید مثبت باشد ها چون منفی سه ضرب در منفی سه هم نو میشه اما جذر مربع نیست ها باشد. باشه پس جذر مربع نو یا به اختصار میگم چی جزر. جذر نو چند میشه مثبت سه میشه پس فکرت باشه یک تا عدد پیدا کو در خودش ضرب شه و چی شه او عدد حاصل شه درست به عنوان مثال جذر مربع 25 چند میشه 5 5 25 پس جواب یک تا از 5 رو نوشته میکنی پس جذر مربع 25 مساوی است با 5 فکرت باشه جذر مربع 100 چند میشه آفرین 10 زب در ده مساوی است با 100 پس میشه ده فهمیدی؟ پس جذر مربع معنایش است که یک تا عدد پیدا کو در خودش ضرب شود و او عدد ما حاصل شوه جذر مربع 81 چند است 9 و 81 خیلی چند میشه جواب میشه 9 درست است پس این جذر مربع رو ما و شما در سن هفتم خوانده بودیم درست است فهمیدیم چه رقم میشه دیگه جذر مربع رو یاد داریم اما بعضی اعداد هست که جذر مربعشان جوابشان تام نیست یعنی عدد صحیح نمیشه مثلا جذر مربع 80 چ 81 چند میشد گفتیم که 9 میشه 9 9 81 درست است اما جذر مربع 20 چند میشه بگین 4 نه دیگه ممکنه بگین 4 پنج ما گفتیم که این عدد رو در نفس در خودش ضرب کنید در خودش ضرب چار 4 4 16 5 5 25 اما او عدد چی است که در خودش ضرب شده و 20 دقیق نیست درست است پس به خاطر تقریبی باید ما رو دریافت کنیم و ما و شما امروز او روش میخوانیم که او عدد هایی که جذر مربع تام ندارن یا جذر مربع صحیح یعنی جوابش صحیح نیست مثلا 5 نیست 6 نیست 5 اشاریه خورده باز یک عدد هست دیگه یعنی نه او اشاریش با دریافت کنیم پس طریقه عمومی دریافت جذر تقریبی را ما و شما قرار است امروز بخوانیم فهمید چرا خم شد پس بریم سر تخته ما یک تا مثال بر کار میکنم و توضیح بدم که چرا قبل ما جذر تقریبی به طریقه عمومی را دریافت کنیم درست است؟ <applause> شاگردای عزیز اگرامی گفتیم که جذر عمومی روش عمومی جذر تقریبی رو ما میخوایم دریافت کنیم درست است خب یک نکته که بسیار مهم است به عنوان مثال من یک عدد دارم عدد چند؟ یک هزار و چارصد و سی و این عدد یک هزار و چارصد و سی میخوایم دریافت کنم جزر ازی و طریق قومی رو بیشک گفتیم یا اگه یادتان باشد بیشک در سنف هفتم داشتم دیگه یک تا جزر بیشک میکشدیم برای ازی درست است و دریافت میکنیم که چند میشه درست است میخوایم بفهمیم چند میشه جواب ازی چند است خب ما باید چیکار کنیم؟ آله سوال نکته سوال که با ما هست و نکته بسیار مهمی که هست در اینجا است که جواب از سوال از ما بخواید که این جذر تا چند رقم بعد اشاری ما ادامه بدیم چون تقریبا دقیق نیست دیگه اگه جذر 81 باشه خب 9 نو. نو خلاص اما جذر مثلا 80 میشه 8 اشاری خورده اما اون 8 اشاری و عدد بعدش تا چند رقم یک رقم ادامه بدیم دو رقم ادامه بدیم سه رقم ادامه بدیم پس سوال از شما میگه که این جزره تا چند رقم اعشاریه حساب کنید یک رقم دو رقم دهن صد هزار درست است خود سوال بر شما مشخص میکنه که تا چند رقم بعد از اعشار این رو شما دریافت کنید به عنوان مثال ما این رو میخوایم که با یک رقم بعد از اعشار حساب کنم صحیح است بعد از اعشار یک رقم دریافت کردم درست است چون یک روش تکراری است باز ما میتونیم تکرار کنیم دو رقم شوه سه رقم شوه و اون شک. پس ما تشریح میکنیم برای صحیح است چه رقم میشه دیگه نه پس چی میکنیم جذر 1438 تا یک رقم بعد از میخوایم حساب کنیم محاسبه کنیم که چه رقم میشه صحیح پس من یک تا علامه جذر کلا نوشته می کنم به شکل 1438 نوشته می کنم درست است خب آل در وقت خود سوال گفته یک رقم بعد اشاره دقت کن باید ما اینجا اشاری عدد چند هستی پیشش هست دیگه اشاری نداره دیگه نه اشارش میمونم من اشارش میمونم به شکل شاگرد یک چند رقم اشاری از ما خواسته یک رقم پس ما دو تا صفر باید بانم نقطه شمی است اگر دوام میگفت دو رقم بعد اشاره حساب کرد تو باید چند چهار تا صفر میماندی هر رقم بگه ما دو برابر از دو چند از رو باید صفر بانم بعد اشاری. ها. درست است پس علی اشاره چند رقم از ما خواسته یک رقم پس ما دو تا صفر میمانم درست شد اگر دو رقم اشاری از ما میخواست ما چهار تا صفر میماندیم سه رقم اشاره از ما میخواست جواب ما باید چند تا شش تا صفر میماندم فکرت باشه سیس پس هر رقم از ما بخواد دو چند از او ما بعد اشاره صفر میمانم خب حالی میرم چکار میکنیم از سمت راست دو رقم دو رقم باید جدا کنیم پس اول فعلا اشار دیگه در نظر نگیرید سم دو, دو رقم دو رقم جدا میکنیم درست است با این مجاز خودی برتر بکشم که چون من محاسبات بر محاسبات میکنم شاید جای نشه پس 1438 1000 438 جذر خود در این شکل نوشته میکنم خب گفتیم بعد از چند رقم صفر بالم دو رقم چرا چون خود سوال گفته ای جذر شما تا یک رقم بعد از حساب کن درست است پس دو تا صفر بعد از اشاره میمونه خب دو رقم دو رقم از سمت راست جدا میکنیم از سمت راست این سمت راست دو رقم این دو رقم یک دو این دو رقم این دو رقم آخر میمونه درست است چند مانده 14 مانده خب این شما دفن هفت خواندین دیگه یاد تا نفت من یادآوری برتون میکنم دیگه نه خب باید یک تعداد پیدا کنید که مربع از 14 کمتر یا مساویش باشه مربع این در خودش ضرب کنیم از 14 کمتر شه یا مساوی خب چند است 4 4 16 کلانتر از 14 شا... میشه بس 4 قبول نیست کدام 3 3 سه, سه نو درست است بس 3 یک تا 3 ده اینجا نوشته میکنیم یک تا 3 ده بغل نوشته میکنیم درست است سه سه نو نور ده اینجا نوشته میکنیم خب از هم منفی میکنیم 9 منفی 14 چط میشه میشه جواب 5 درست است 9 منفی 14 میشه 5 خب بعد چی میکنیم پس فکر یک بار دیگه براتون میگم چی میکنیم دو رقم دو رقم از سمت راست جدا میکنیم دو رقم آخر که میمونن این دو رقم آخر سمت چپ 14 مانده باید تو یک تا عدد پیدا کنی که چی شوه که در خودش ضرب کنی یا مربع کنی از 14 کمتر یا مساوی باشه خب ما 3 گرفتیم 3 سه 9 سر گرفتیم یک تا سه دهی یک تا سه دهی بالا اما چارت نمیشه چارو بگیر چار چار شانزه یکی ممکنه بگه استاد شما بگیر چار سه چار سه دوازه. ما گفتیم باید مربع شود. در خودش ضرب شود درست است اگه چار بگیر در خود چار باید ضرب کنیم چار چار شانزه اما از چارده کلانتر میشه پس سه میگیریم سه سه نو درست است در اینجا میکنیم نو رو منفی چارده میکنیم چند میشه؟ پنج میشه مرحله بعد دو رقم دو دا پایان میاریم پس دو رقم بعدی رو پایان چی میشه؟ میشه 8 درست است دو رقم 38 آوردن پایین دهی پایین نوشته کرد پس شد 538 خب حالا چی می کنیم انمی 3 اینجا نوشته کردیم انمی 3 بالا رو ضرب در 2 می کنیم 3 ضرب در 2 چند میشه میشه 6 دو چندش می کنیم دو برابرش می کنیم 3 2 6 6 در کنار 538 نوشته می کنیم دقت کن من برتر نوشته می کنیم 6 یک تا خانه خالی کنارش ضرب در خانه خالی به شک نوشته می کنیم 6 در چی در ده جای دهن است یعنی میشه یک عدد بالا میشه 62 مثلا ده خانه خالی دو باشه 62 خواندم میشه درست پس 60 شش... 60 اینجا نوشته می یک تا خانه خالی زب داره یک خانه خالی باید خانه خالی رو ما شما پیدا کنیم که چه عدد باید اونجا بونیم مثلا اگر دو بونیم میشه 62 زب داره دو هر عددی که ده خانه خالی می ده خانه خالی دو ما باید همون عدد بونیم اگر دو بونیم 62 زب داره دو سه بونیم 63 زب داره سه صحیح شد پس باید پیدا کنیم که یک عدد بونیم اینجا که این انجام میده از 538 کوچکتر شوه درست است و نزدیک از اون باشه دیگه نه از اون کلانتر نشه مثلا من اگر دوربانم چند میشه دوربانم میشه 62 ضرب در 2 2 2 4 2 6 12 پس میشه 124 از 538 خیلی کوچکتر است پس کلانتر میمونم دور نمیوانم چند میوانم؟ مثلا چند بانم مثلا بانم 8 سیست 60 8 ضرب در 8 چند میشه 8 64 4 ده اینجا 6 ده اینجا 6 8 48 48 با 6 مشا 54 544 درست است پس 6 کلان چه درست است درست است پس چند میگیم هفت تا چند میشه حالا چند میشه 67 ضرب در 7 اف اف 49 ده اینجا 4ش ده اینجا 6 است 6742 42 و 4 میشه 46 چلو، شش، و و و و درست است پس 460 و و از 538 و و کوچکتر است دیگه نه؟ اگر 8 بانو میشه که 8 حساب کنیم کلانتر شد دیگه نه یک بار دیگه 8 بانو که ببینید کلانتر شد پس 68 ضرب در 8 چند میشه اگر 8 ش... بانو دای خانه خالی 68 ضرب در 8 چند میشه 8 8 64 4 در اینجا 6 6 در اینجا درست است 6 8 48 48 با 6 چند میشه میشه 54 میشه 54 4 پس شد 544 اینجا چی داریم 538 پس 544 غلط است دیگه کلانتر شد باید خورتر از 538 شد. پس هفت میمانیم درست شد پس میشه 469 پس هفت میمانیم در اینجا پس ما در خانه خالی اول هفت در خانه خالی دوم هم میمانم. صحیح است؟ خیلی چند میشه بچه ها شکر در عزیز 67 زب در هفت چند میشه میشه 469 خیلی 469 رو نوشتن میکنیم باز از این کم میکنیم 400 کم کن. چرا خم میشه نور از 8 کم کنه نمیشه پس از این کنار از یک تا میگیریم دو میشه و این خود از 18 میشه 9 از 18 میشه نو باز 6 از دو نمیشه باز یک تا از کنار این کنار غرض میگیریم این میشه 4 و خود از این میشه دوازده شش از دوازده میشه 6 و چهار از 4 که چند میشه صفر پس با خمانده چند شد 69 درست است خب مرحله بعد باز چی است باز دو رقم بعدی رو پایین میاریم مرحله دو رقم بعدی چی خب سی در اینجا آورده بودن دو سفر میشه دو صفر در اینجا پایین میاریم درست است؟ خب شاگرده عزیز ای هفته که در اینجا نوشته کردیم پیدا کردیم باید ببریم در بالا نوشته کنیم پس من یه هفته در بالا نوشته میکنم این هفته که پیدا کردیم اینجا پس این میشه چند؟ سی و درست است؟ حالی که دو سفر پایین میارم چون ده اشاره رسیدم در اینجا یک تا اشاره میزنم او دو بالا یک تا اشاریه میزنم درست است فامیل چی رقم شد دیگه نه پس یک بار دیگه من از اول تشریح میکنم باز همین مرحله باز تکرار میکنیم خب اول از همه گفتیم چی گفتیم دو رقم دو رقم از سمت راست جدا میکنه دو رقم جدا شد یعنی دو رقم جدا 14 مان 14 هم گفتیم گفتیم یک عدد پیدا کرد. در خودش ضرب کمتر شد. و چنده سه. سه سه نوع. نوع چند است 3 3 میکنیم منفی 14 میشه چند 5 رقم بعدی میاریم میشه درست است پنج شد خب یعنی فکر که ای بالا نوشته کردم زب در دو کردم شد شش کنار پنج یعنی شش نوشته کردم یک تا خانه خالی زب در خانه خالی باید این خانه خالی رو پیدا کنیم چی عددی است اردوش یک تا است دیگه یک شفت یک نمیشه اردوش یک عدد میمانیم هشت مانیم شفت هشت زب در هشت شد 544 از پنج بیشتر شد پس هشت قبول نمیکنیم. باید یک عدد کوچکتر مانیم. مانیم. هفت مانیم زب در چند شد شد نو no. از 500 و خورتر است پس ما منفی کردیم جواب چند شد شد 69 سیست تا اینجا فاهمیدی دیگه نه باز اینی هفته که در اینجا دریافت کردیم در او بالا کنار 37 کنار 3 نویشته کردیم شد ۳۷ فاهمیدی؟ خب حالا دو رقم مرحله بعد دو رقم بعدی رو پایان میاره بعد دو صفر میشه میشه 6900 درسته 6900 خب باز چون ده اشاره رسیدیم ده, ده اشاره رسیدیم دو رقم آوردیم اینجا جلوی 37 چیکاست یک تا اشاره میمونیم درسته فهمید تا اینجا دیگه نه حال باز دوباره این 37 همین عدد بالا 37 دو چند میکنه ك... کنار 6900 نوشته میکنی درست است دو چند 37 چند میشه دو سه میشه 60 دو هفت 14 میشه 74 درست است پس نوشته میکنم 74 خانه خالی زب داره خانه خالی به شکل است فامیل چی است دیگه نه؟ دو چند اون عدد هر چی است نوشته میکنه یک تا خانه خالی زب در خانه خالی خب 774 خانه خالی زب در خانه خالی ده خانه خالی چه عدد باید بونم خب برای که پیدا کنم باز یک تا عدد میمونم و ضرب میکنیم ببینیم چه رقم میشه حاصل کدام میشه کوچکتر میشه یا کلانتر میشه درست است پس من برای پاک کنم که ما عددای خود بونم ببینیم چند میشه خب ده اگر ما 5 بونم چی میشه 745 زب در 5 میشه پس نوشتن میکنم 700 5 ض داره 5 5 5، ۲ و 5 پنج. 5 پنج اینجا اشت می دش دایی بالا نششته میکنیم. 5۴۲ قدر دو ۲۲ دو دو. باز دوباره دو اینجا نششته دو بالا میره 6، ه 5 و 5 با دو چند میشه ۳ میشه۳ هزار و۷۲ چی داریم 6 پس 5 خیلی خورده کلان کنیم. چند بانیم مثلا 9 بانیم 6 ن اگر بانیم چند بشه؟ نو no, اگر بانیم چند میشه؟ پس میشه هفتد و چلو نو زب در نو 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 اشتاد یک یکش در اینجا اشتاد بالا نوشته میکنه سیست چار نو 36 شش کده و هشت بالا چند میشه؟ سی و شش تاش بالا شش. تا چل چلو چل، چار میشه چارش در اینجا یا چار دیگه شون در اینجا نوشتن میکنه هفت نو شست و سه شست و سه کده و چار میشه 67 پس 67 پس شد 6741 که خوب از 6900 کوچکتره پس این خانه خالی چند است عددش 9 هست پس نور رو اینجا نوشتن میکنیم 9 9 هست خیلی چند میشه 749 زب در 9 شد 6000 6741 درست است باز از هم منفی میکنیم سیست خب منفی کنیم صفر و یک از صفر میشه کنارش هم ندار اینی نو اینی نو میشه هشت سیست اینی باز میشه چند ده اینی ده باز خودش میشه نو no, یعنی میشه ده فیست so یک از ده با 9 نو از این نو از این نو چند میشه؟ میشه پنج so فیست 7 از 8 یک ای شش از شش هم که سفر اشاره ما کجا بود؟ اشاره رو ده اینجا بود دیگه درست هست. و این چند بود؟ تا اینجا so این اشاره ما این میشه پس با میشه ما نو اما یه عددی که نوره که خانه خالی مانیم باید دو بالا انتقال بدیم پس دو بالا انتقال بدیم چند میشه سی و هفت اشاریه نو پس جذر تقریبی ما تا یک رقم اشاریه یک چهارصد هشت تا یک رقم اشاریه چرا دو تا صرف چون خود سوال گفته یک رقم اشاریه اگر ما گفت دو رقم با چهار تا صرف باید نمانیم باز مرحله بعد دو صرف دیگر پایین می آوردیم صحیح شد؟ فهمیدی چرا رقم شد دیگه نه؟ پس جذر تقریبی 1438 تا یک رقم اشاریه میشه 37 اشاریه نو پس من در اینجا نویشتم میکنم پس جذر تقریبا 1438 تقریبا میشه چند 37 اشاریه نو no. درست هست؟ خب پس شاگرد عزیز ما یک بار دیگه تشریح میکنیم کامل بفهمیم باز دوباره چه میکنیم مرحله به مرحله برد میگم عدد به ما میتا میگه تا یک رقم اشاره اگر گفت یک رقم اشاره خود اشاره میمانی بعد اشاره دو صفر میمونی اگر گفت دو رقم اشاره چهار صفر میمونی اگر گفت سه رقم اشاره شش صفر باید بونی صحیح خب حالا که با دو صفر ماندیم باز از سمت راست دو رقم دو رقم جدا میکنیم دو رقم اول دو رقم دوم هم آخر عالی آخر, آخر یک رقم بوده یا دو رقم فرق نمیکنه هرچی ما یا یک رقم یا دو رقم اینجا دو رقم ایست. دو رقم مانده حالا باید یک تعداد پیدا کنی که چی شوه که در خودش ظرف از 14 کمتر شوه اون مربع شوه دیگه نه اون چند سه است گفتیم 4 اگر بگیریم میشه سه باید بگیریم سه بگیریم سه سه نو نوشته کردیم نو از کم کردیم شده 5 سهست. باز مرحله بعد دو رقم 38 آوردیم پایین شده 538 یعنی فی بالایی که دی بالا نوشته بودیم دو چند کردیم شد 6 دی کنار نوشته کردیم 6 خانه خالی زب داره خانه خالی این خانه خالی رو باید پیدا کنیم اگر 7 مانیم 67 زب داره 7 شد 469 که از 538 کوچکتر است اگر 8 میمانیم بیشتر میشد که غلط بود پس هم 7 سیس نه خب پس چند شد 67 زب در هفت میشه 469، از 538 کم کردیم منفی کردیم چند شد شد 6 69 شد 69 باز مرحله بعد با دو سفر دیگر پایین آوردیم چون حالا این ای عدد هفت که در اینجا نوشته کنده او بالا انتقال دادیم شد 37 دیگه نه چون به اشاره رسیدیم درست از این دو سفر که آمد پایین در اشاره رسیدیم پس پیش از این 37 یک تا اشاره ماندیم خود صرف آوردیم پایین شد 6900 درست است 6900 حال چی میکنیم انمی 37 بالا که نوشته که دادن دو چند میکنیم چند میشه دو چندش میشه 74 74 خانه خالی ضرب داره خانه خالی دقت کنید خانه خالی ضرب نیست ولی یکم میشه یکم دهن صد 749 میشه صحیح باز خانه خالی رو باید با پیدا کنیم گفتیم چند است عدد ضرب کردیم که نو. نو برامد سینه 749 در نو چند میشه؟ میشه 6741 از, از چند از 6900 کچکتر نزدیکش هم هست فهمیدید چرا خم شد پس نو ماندیم 749 ضرب در 9 شد 6741 از 6900 منفی کردیم شد 159 اشاری شرم زدیم شد چند چون یک اشاره 59 یعنی نو که ده اینجا نوشته کردیم بودیم پیدا کردیم برم دو بالا انتقال میدیم پس تا یک رقم اشاریه اگر بابا میگفت دو رقم اشاره دو صفر دیگه با اینجا میمونیم باز مرحله دو صفر دیگه را پایان می نه باز 379 را دو چند میکردیم دو چند میکردیم باز ده اینجا نوشتن میکردیم کنار از گرفته شد که حالا فعلا تا یک رقم اشاره را ما دریافت کردیم خب پس شاگردان عزیز این از طریقه عمومی حساب کردن جذر تقریبی درست است خب یک تا مثال دیگه برات کار میکنم تا دو رقم اشاره برات کار میکنم و میریم باز بحث بعدی را میخوانیم پس برای یک تا مثال الان کار میکنم تا دو رقم اشاری حساب میکنیم درست است پس ما تخته رو پاک میکنم یک مثال تا دو رقم اشاره برات کار میکنم جذر عدد دو تا دو رقم اشاره سیست دو رقم اشاره گفتیم چند تا صفر ما بانم باید چهار تا پس یک تا اشاره میمونم چهار تا صفر یک دو سه چهار سیست چهار تا صفر مانده خب باید چه میکنیم؟ این رو باید پایین بکشم تا اینجا باید بکشم سهیست؟ خب دو, دو رقم اشاره دو رقم دو رقم و سمت راست جدا میکنیم دو رقم این دو رقم پر چند میمانه خود دو میمانه باید یک تعداد پیدا کنیم که در خودش ظرف از دو کوچکتر شود چند است یک است آفرین یک یک میشه یک اگه دو بگیریم دو دو چهار میشه کلان طرف دو میشه دیگه خیلی دو نیست چند است یک است پس یک میگیریم میشه یک اجازه میشه یک 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 جواب چند میشه یک باقی مانده چند میشه یک از دو کم کنید میشه یک صحیح مرحله بعد چی بود دو رقم پایین می دو رقم بعد چی از این, از این دو صفر است میاریم پایین نوشتن میکنیم میشه یک صد. خب این یک بالا چی بود گفتیم دو چند میکنیم یک ضرب در دو چند میشه دو میشه پس نوشتن میکنیم دو خانه خالی ضرب در خانه خالی خب به جای چه عدد باید بونیم که ضرب شود 20 چند ضرب در چند از 100 خورد کوچکتر میشه اگر 5 بونیم 25 ضرب در 5 چند میشه 125 خب کلانتر است باید 4 بانیم 24 زب در 4 ضرب کنیم 24 زب در 4 4 4 16 4 2 8 کده 1 میشه 9 96 که خوب است که از 100 کمتر است درست است پس 4 میمانیم پس 4 اگر ما در اینجا نوشته این خانه خالی نوشته کنم پس 24 زب در 4 میشه چند 96 باقی مانده چند میشه 6 از 0 نمیشه 9 از 0 نمیشه اینه میشه 0 اینه میشه 10 باز اینه 10 خودش 9 میشه سیست اینه هم میشه 10 شش از ده میشه چار نو از 9 هم سفر 0. 0 هم که نوشتن صفر پس باقی مانده چند شد شد 4 صحیح یا میتونیم بگیم 196 تا منفی کو چند میشه 4 میشه دیگه به اون شکل هم است یاد داریم نه پس باقی مانده چند شد, شد 4 اینه 4 که در اینجا نوشته کرده بودیم باید بالا در بالا انتخاب بدیم خیلی چند میشه چون ده اشاره رسیدیم شاگرد عزیز اشاره رو ما رسیدیم. دیگه نه؟ اینجا یک تا اشاره میمونیم پس 4 پس یک فعلا داره خب شاگردای عزیز البته میتونید شما در آخرم اشاره بزنید فرقی نمیکنه اشاره نماند مشکلی نداره در آخرم باز اشاریه میزنیم هیچ کدام گپی نیست سپس پس میتونه اشاریه نوانید اش نمانیم, نمانیم. فرقی نمیکنه نوشته کنید نکنید مهم نیست در آخر فقط فکرت فکر باشه که اشاریه بونی خب باز دو چند میکنیم باز دو صفر رو بعدیر میاریم پایین دو دو سه راوردیم در این مرحله مرحله بعد دو صفر رو دیگه پایین بیاریم چی میشه میشه 400 درست است فا می دید دیگه 400 خب حالا ما 14 رو که دو چند کنیم چند میشه میشه 20 هشت پس نوشته میکنم بیست و هشت. خانه خالی زب در خانه خالی بیست خانه خالی زب در خانه خالی اگه من اینجا عدد بانم دو بانم میشه دو و هشتاد و چار زب در دو که میشه چند چار و خورده میشه 500 بخیر از 500 تر میشه از چار رد میشه پس دو نیست چند است یک سد فیصد مگه بانم پس نگاه کنید 281 ضرب در یک یک ضرب در 281 میشه 281 خودش دیگه دوباره یک 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 هشت هشت یک دو هم دو 281 از 400 کمتر اگر دور بیشتر میشه دور چک یکبار یک بار اگر دور چی میشه اگر دور بانو بیشک میشه 282 ضرب در دو 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 چار چار دو هشت شانزده یک ششش اینجا یکش دیگه بالا سایست. دو دو چار که از یک میشه 5 میشه پنج سد و شست و چار که از چار سد زیادتر است پس دو غلط است همون یک سیست پس اینجا میکنم یک پس اینجا نشتر دو سد یک در یک چند میشه دو سد و, اشتاد و یک پس هم دو سد و, اشتاد و یک باز منفی میکنیم باز این چار میشه سه سیست با دیگه با دیگه رنگ منفی میشه سه اینی میشه ده باز ده از خودش میشه نو و این میشه چند ده. یک از ده باقیمانده چند است؟ نو است 8 از 9 یک است 2 از 3 هم یک است فهمیدید چه رقم شد خب حال شاگرد عزیز پس این یکی که در اینجا دریافت کردیم دو بالا انتقال میدیم سایست. پس یک هم میاریم دو بالا انتقال میدیم به این شکل میشه 141 یک. این یک بود این 4 بود این یک خب اما دقت کن دیگه خلاص شد دیگه صفر رو تو کلش ده پایین انتقال دادیم چند رقم اعشاریه در دو رقم پس دو رقم اینجا ما میزنیم پس میشه یک چلو یک درست است اما نکته بسیار مهم شاگردای عزیز و گرامی وقتی ما 4 تا صفر مانده باقیمانده منم باید چی شود 4 تا 4 رقم اشاره داشته باشه فکرت باشه پس نگاه اگر همین خط ما ادامه بتون یک تا صفر اینجا هست پس اعشارش اینجا هست. پس باقیمانده چند میشه تا صفر رو به پشت نرفته دیگه میشه صفر اعشار 019 درستا فهمی چه رقم شد دیگه نه؟ پس فکرت باشه وقتی به ما میگه که تا دو رقم اشاره حساب کو باید چهار تا صفر بانم بعد اشاره خود میمانم و جواب ما تا دو رقم اشاره دریافت میشه و باقی مانده باید همون 4 رقم باشه یعنی تعداد رقم های اشاره دو برابر جواب است جواب اگر سه رقم اشاره باشد باقی مانده ما باید 6 رقم اشاره داشته باشد فکرت باشه پس من نوشتم میکنم جذر تقریبی چند شد جذر تقریبی عدد دو تقریبا تا دو رقم اشاره ما دریافت کردیم شد یک اشاره چلو یک درست است پس شاگرده عزیز این هم از چی شد یک مثال کار کردیم تا دو رقم اشاره برد دریافت کردم پس طریقه عمومی جذر تقریبی را ما فهمیدیم که چه رقم چه رقم است درست شد خب شاگرده عزیز بریم عنوان بعدی را بخوانیم که چی است ما گفتیم که دو تا عنوان ما میخوانیم یک تا چی بود طریقه عمومی استخراج جذر مربع تقریبی و دوم چی است قیمت تقریبی جذر مربع به طریق اوسط درست است این طریق کال خانم طریق عمومی بود که این را در خیلی کتاب با عنوان طریق عمومی هم یاد میکنه که ما هم گفتیم دیگه صحیح است خب حالا میخوام چی چی رو بخونیم قمت تقریبی جذر مربع به طریق اوسط رو بخونیم که در طریق اوسط چه رقم میشه طریق اوسط باز بسیار آسان تر است از روش عمومی درست است پس بریم سر تخته ما تخته را پاک کنیم یک تا مثال کار کنیم با طریق اوسط درست است خب شاگردای عزیز اگر من تخته رو پاک میکنم و یک تا جذر به طریقه اوسط دریافت میکنیم برای شما جذر مربع تقریبی خب به عنوان مثال شاگردای عزیز ما میخوایم که جذر عدد پنج تقریبی دریافت کنیم تا یک رقم اعشاریه دریافت کنیم چه رقم میشه درست است؟ خب چه رقم حساب میکنیم میایم به شکل این طریق افتاد به این شکل است نوشته میکنیم که خود عدد 5 بین کدام اعداد است که قبل و بعدش که ما جذر جز جذر مربع دقیق بلد هستیم کدام است بین 4 درست است چون جذرش میشه دو درست است و نو 9 جذر چند میشه سه، یعنی جذر 4 و جذر 5 و جذر اینا جذر میگیریم پس جذر از چند است جذر از دو است جذر از چند است سه هست دیگه. پس جذر پنج باید بین دو و سه باشد تقریبی است دیگه دقیق نیست تقریبی نه که ای رو باید دریافت کنیم چند میشه فهمیدی چی رقم شد پس ما ما شما چی میکنیم جذر پنج میکنیم دو تا پیدا میکنیم جذر نو و جذر چهار قبل و بعدش که جذرش ما یاد داریم به عنوان مثال اگر ما داشته باشیم جذر ده قبل و بعدش کدام است آفرین جذر نو که سه میشه و جذر 16 که چند میشه؟ که 4 میشه جزر 16 پس جزر ده بین 3 و 4 وجود دارد پس این 3 است این هم چند است؟ 4 است پس این جواب چند میشه؟ بین 3 و 4 میشه تقریبی است دیگه نه؟ پس این به این شکل است خب آل فعلا همین سوال خود ما جزر 5 رو مخ... میخواستیم چی کنیم؟ دریافت کنیم گفتیم بین 2 و 3 باید جواب شود بین 2 و 3 خب مرحله بعد چی کار میکنیم؟ بین دو سر وسط دو سر پیدا میکنیم وسط چی رقم این دو را که دو سه جمع کن بخش بر دو کویا تقسیم بر دو کو چند میشه پس من اینجا نوشتن میکنم من حساب میکنم دو جمع سه تقسیم بر دو جو دو جمع سه چند میشه پنج تقسیم بر دو جواب چند میشه دو اشاریه پنج سیست پس دو اشاریه پنج وسط از این اردو است در قوسط است دیگه وسط رو باید پیدا کنیم. حالا این دو اشاریه پنج در رفت کنید مربع کو مربع کو این چه رقم میشه درست میکنم دو اشاریه پنج مربع مربع چه یعنی چی یعنی دوبار در خودش ضرب کنه یعنی پس من نوشتم می کنم 25 ضرب در 25 و در آخر باز چون 2.5 اعشاری نموندن یک رقم اعشاری داره یک رقم اعشاری داره در آخر دو رقم اشاره باز من می مانم درست است خب 5 5 میشه 25 5 اینجا نوشتم می کنم 2 شده ای بالا نوشتم می کنم فیس حال 5 2 10 2 چند میشه 12 میشه پس 12 و یک تا صفر می آله دو رو باید ضرب کنیم دو پنج ده یک تا صفر اینجا این دو خلاص یک میمانه صحیح؟ دو دو چهار که یک میشه چند میشه پنج پنج در اینجا نوشته خب صفر و پنج میشه پنج دو صفر میشه دو یک و پنج میشه شش چند رقم اشاره گفتیم در آخر باید دو رقم دو رقم اشاره بانه پس میشه شش اشاره بیست و پنج. پس میشه شش اشاره 25 خب پس ما چی کردیم یک بار دیگه جذر پنج رو میخواستیم دریافت کنیم جذر پنج رو گفتیم که بین کدام دو عدد است که جذرشان تام است جذر ما به تام داره چار و نو جذر چار میشه دو جذر نو هم چند میشه سه میشه پس جذر پنج باید بین دو و سه باشد باز رفتیم اوسط رو پیدا کردیم وسطش پیدا کردیم دو سر جمع کردیم بخش بر دو پس اوسط دو تا به این شکل است هر دو رو جمع میکنید تقسیم بر دو میکنید صحیح پس دو جمع سه چند میشه پنج تقسیم بر دو میشه دو اشاره پنج یعنی عدد اوسط پیدا کردیم مربع میکنید پس ما مربع کردیم شد شش اشاره بیست پنج. آلی پنج ما از شش اشاره بیست پنج. کلانتر است یا خورتر است خورتر است دیگه نه پنج و شش بیست پنج است پس صد فیصد باید چی باشد؟ باید جذر ما بین دو و دو پنج باشد اگر او اگر, اگر ما حساب میکنیم اینی 6 اشاره بیسمن مثلا میشه 4 92 مثلا سهیس پنج ما از از این جواب از این مربع کلانتر میشد پس عدد ما جواب ما بین چی بود؟ امید دو اشاره پنج و سه بود خواه چرا چه رقم شد؟ پس این عدد با این پنج مقایسه میکنه مربع که دریافت شد اگر این پنج ما از این عدد کوچکتر باشد پس در چی در نصفه اول است اگر پنج ما از این عدد کلانتر باشد در نصفه دوم قرار دارد شد پس چی هست؟ پس به این شکل شد دیگه نگاه کنید پس من به این شکل نوشتن میکنم دو مربعش چند شد؟ شد چهار سیست سه مربعش چند شد؟ شد با سه رو پایین تر نوشتن کنم سه مربعش چند میشه؟ سه مربعش میشه چند؟ نو سیست حالا ما پنج هم میخواییم ما جذب پنج میخوایم میخواییم دریافت کنیم دیگه بین از یردور پیدا کنیم بین از یردور چند شد؟ شد دو اشاریه مربعه 2 اشاره 5 چند شد؟ شد 6 اشاره 25 صحیح؟ خب، حال پنج ما کجا است؟ ما بین 4 و 6 25 است بین 6 اشاره 25 نو دیگه اگر دا اینجا باشد عدد ما، پس جواب بین 2 تا 2 اشاره 5 است، صحیح؟ اگر عدد ما بین 6 25 تا 9 باشد، پس چی میشه؟ جواب بین 2 5 تا 3 میشه پس فعلا جزر 5 ما دا اینجا است، پنج ما بین از این عدد پس باید بین دو و دو اشار پنج باشد باز مرحله بعد چی میکنیم دو و دو اشار پنج جمع و اوسطش پیدا میکنیم با هم جمع میکنیم تقسیم بر دو میکنیم فیست دو و دو پنج جمع و تقسیم بر دو میکنیم پس به شکل نوشتن میکنیم من البته ما چون تا یک رقم اشاره خاصی ما همین چی میشه دو پنج ما میشه درست است گفته تا یک رقم اشاره میشه دو اشاره پنج. اما اگر دو رقم اشاره بخوایم کنیم با یک مرحله باز تکرار کنیم اگر مرحله دیگه تکرار کنیم چی میشه؟ پس بین 2 دو و 2.5 دو دریافت در می‌کنیم. پس میشه 2 دو جمع 2.5 دو بخش بر 2. 2 جمع 2.5 میشه 4.5 بخش بر 2 کنیم میشه 2.25. 2.25. هست. حالا 2.25 رو باید بعد مربع کنیم. ببینیم چند میشه؟ 2.25 ضرب در 2.25 کنیم ببینون چند میشه که باز اینجا چی شد؟ وسط ارزش شد 2.25. هست. باز که مربع کردیم بازی عدد فامیده میشه که چند از عدد ما داشو حساب میکنیم باز ده اینجا نوشته میکنیم و باز میبینیم که عدد 5 ما قبل از دو, دو و دو بین دو تا دو بین دو تا دو اشار پنج است و این ای مرحله تکرار میشه ما میتونیم تا 10 رقم بیس رقم حساب کنیم با اون خاطر میگیم چی روش اوسط حال فعلا تا چند رقم اشاره گفته تا یک رقم پس من یک مرحله بیشتر پیش نرفتم پس چی میشه؟ پس جواب ما میشه دو پنج تقریبا تقریبی است دیگه نه پس جواب ماش همین چند شد دو اشاریه پنج شد جواب ماشه. پس من اینجا نگشت نکردم دو اشاریه پنج درست است تا یک رقم خب خطا دارد صد فیصد چون در اگه در ماشین حساب شما بزنید جذر پنج دو پنج نمیشه دو اشاریه ده پانزه با شک میشه است. ولی خود تقریبی است و شما اگه این مرحله این مراحل چند بار تکرار کنید دقیق تر دریافت میشه حالا سوال با ما گفته بود تا یک رقم اشاریه حساب که خب ما حساب کردیم سیست فاهم نیچه رقم شده پسی هم روش شد؟ روش حساب کردن جذر تقریبی بر روش اوسط فهم بچه بچ اوسط میگیم دیگه نه چون وسط از هر رو ما دریافت میکردیم در اینجا نوشته میکردیم مربعش حساب میکردیم بعد او عدد ما که سوال با این عدد مربع را مقایسه میکردیم که ببینیم کدامش کلانتر است اگر این عدد اوسط کلانتر باشد پس در اینجا جذر ما بین 2 تا 2.5 میشه اگر این کلانتر باشد بین اینجا میشه درست شد میرسیم به چی بحث جذاب و شیرین کار خانگی درست است خب تمرین های صفحات 14 و 16 کتاب باید حل کنید دقیقا ما هم از طریق اوسط برای شما سوال آوردیم در کارخانگی در صفات بر نگاه کنید کتاب صفحه 14 و 16 چی است هم طریق اوسط است گفتیم هم طریق عمومی است هر دوش باید یاد داشته باشه درست صف فهمیدید چی شد دیگه نه پس شاگردای عزیز و گرامی کارخانگی ریگ کار کردین باز میتونید به با ما روان کنین با در واتساپ با ما روان کنید با نمبر چی 20964 780 255 40 13 این چی است که زیر بر شما شد نه این چی است این نمبر واتساپ ماست در توییتر و فیسبوک و گپام خب ما هستیم میتونید با ما در ارتباط شوید ولی این نمبر که به شما گفتم نمبر واتساپ ماست خب پایان جلسه دوم شاگردای عزیز و گرامی موفق باشید مانده نباشید خسته نباشید و من شما رو به خدای مهربان میسپارم